سرخط خبر ها. حالا بعد ترنجبین بانو اینو وقت اضافی بازی پیناله. آجیل مشکل گوشش هم پنالتیه. محمد علی کشاورز بازیگر تئاتر، تلویزیون و سینمای ایران درگذشت. یاد مردی که نقش‌های ماندگار بازی می‌کرد. در ایران هشدار درباره برقراری مجدد محدودیت‌های کرونا. شمار جانباختگان دوباره سه‌رقمی شده. روند شیوع در 14 استان صعودی است. مرگ یک سیاه‌پوست دیگر پس از درگیری با پلیس در آمریکا. رئیس پلیس آتلانتا استعفا کرد. و درخواست ونیزی‌ها برای محدود کردن ورود گردشگران همزمان با کاهش محدودیت‌ها در ایتالیا. سلام، خوش آمدید به این بخش خبر از تلویزیون فارسی بی بی سی. محمد علی کشاورز بازیگر سینما، تئاتر و تلویزیون ایران در 90 سالگی درگذشت. آقای کشاورز حدود 3 هفته پیش به علت نارسایی کلیه و سپس عفونت ریه بستری شده بود. او با سرشناس‌ترین کارگردانان سینما و تئاتر ایران همکاری کرده بود. آقای کشاورز در سال 1309 در اصفهان متولد شد و از سال 1339 فعالیتش را با بازی در تئاتری به کارگردانی علی نصیریان آغاز کرد. بازی در مجموعه های تلویزیونی دایجان ناپلئون، هزار دستان و پدر سالار از جمله آثار ماندگار است. ساعتی پیش از همکارم مریم زهدی درباره کارنامه آقای کشاورز پرسیدم. اونطور که در عنوان خبر، در تیتر خبر گفتیم، ایشون مردی بود که در نقش های ماندگار بازی میکرد در عرصه های مختلف. یعنی محدود به سریال نبود، محدود به فیلم نبود، هم در تئاتر بود، هم در تئاتر بود، هم در سریال بود، هم در فیلم بود. به بخشای از اینا میخوام خیلی کوتاه اشاره بکنم. ایشون از نوجوانی به تهران اومد، در اصفهان همونطور که گفتی به دنیا اومده بود، در تهران بزرگ شد و همیشه من یادم میاد برای مصاحبه و گفتگو پیش ایشون میرفتم، در 2-3 باری که خدمت ایشون بودم هر 2-3 بار تاکید میکرد که من قبول شدم برم پزشکی بخونم در دانشگاه و انصراف دادم به دلیل علاقه‌ای که به هنرپیشگی داشتم. هنرپیشگی رو خیلی دوست داشت، از دانشکده هنرهای دراماتیک فارغ التحصیل شده بود، هنرستان هنرپیشگی رفته بود، نشان درجه یک فرهنگی هنری جمهوری اسلامی داشت و مهمتر از این نشان تصویریه که در یاد مردم مونده از ایشون. چند تا سریال بازی کرد در دهه 60 که مردم واقعا هیچی برای دیدن نداشتن و پای این سریال ها میشستن، طوری که خیابون ها خلوت میشد. هزار دستان بود کار آقای حاتمی. ایشون کلن ترکیبش با آقای حاتمی، فیلم های آقای حاتمی، یک ترکیب ماندگار عجیب غریب بود. در هزار دستان بازی خیلی خیلی خوبی داشت. هر کسی الان وقتی میگیم کشاورز، من فکر نمی‌کنم کسی باشه که فیلم مادر به یادش نیاد بلافاصله و نقش بسیار ماندگاری که در فیلم مادر بازی کرده بود. فیلم کمیته مجازات بود، ناصرالدین شاه آکتور سینما بود، مال آقای مخمل باخ. فیلم دلشدگان بود و نقش فوق‌العاده‌اش فیلم کمال الملک بود. اما فقط فیلم نبود، ایشون هم مثل آقای نصیریان، مثل مرحوم مشایخی، مثل مرحوم داوود رشیدی، مثل مرحوم انتظامی، از صحنه تئاتر به سینما اومده بودن. تئاترهای بسیار ماندگار و معروفی بازی کرده بودن. یه دونش که خودکشی بود، آقای علی نصیریان کارگردانی کرده بود، خود اشاره کردی. تئاتر آنتیگون بود، آندورا بود، تئاترهای متعددی بود. ولی کسانی که یه مقدار شاید سن و سالشون اجازه بده، اسامی فیلم ها و سریال هایی که گفتم، مثلا دایجان ناپلئون یکی از پربیننده ترین و شاید پربیننده ترین سریال تاریخ تلویزیون ایران باشه، یا سلطان و شبان نقش خوابگزار اعظم رو ایشون بازی میکرد، پدر سالارش هم که تمام تیترهای رسانه ها الان از روی اون نقش داره زده میشه و میگن پدر سالار سینمای ایران مثلا درگذشت. اما میخوام اشاره بکنم به فیلم های یه مقدار قدیمی تر، مثل آقای حالو که آقای نصیریان توش بازی میکرد، خشت و آینه بود، رگبار بود، شب قوزی بود، صادق کرده بود. همه اینها مفهومش اینه که من میخوام در کنار آقای کشاورز از خانم نادره که خب در ابعاد دیگه نقشای دیگه بازی میکرد ولی کنارش بود عمدتاً، و خانم شیخی هم نام ببرم، ولی همه اینها رو اینجوری دارم تصویر میکنم و میگم برای اینکه بگم انگار که یک بخشی از سینما و یه مقدار قدیمتر تئاتر ایران بود که از دست رفت و میراث ایشون هست که برای آیندگان میمونه.
همکارم مریم زهدی توضیح میداد. آمار ابتلا به کرونا در ایران باز هم بالا رفته. به گفته وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته نزدیک 2500 نفر به کووید 19 مبتلا شده و 107 نفر هم جان باختند. مقام ها بر ضرورت رعایت فاصله گذاری اجتماعی تاکید می کنند، اما شهرهای مختلف کم کم به حالت عادی باز می گردند و مکان های مختلف بازگشایی می شوند. در این میان در استان هرمزگان چند روستا قرنطینه شدند. فرین آسمی گزارش می دهد. ابتلا به کرونا در استانهای مختلف در حال افزایش روزانه است. بعد از 2 ماه تعداد جانباختگان در 1 روز از 100 نفر گذشت. احتمالی بر شروع پیک دوم بیماری. وزارت بهداشت میگوید استانهای آذربایجان غربی، هرمزگان، خوزستان، کردستان، کرمانشاه، سیستان و بلوچستان و بوشهر در وضعیت قرمز قرار دارند. اما مقامهای بیمارستانی و استانی در چند استان دیگر هم از وضعیت قرمز خبر دادند. ما اکنون در شرایط قرمز قرار داریم. تقریبا پیک دوم کرونا رو داریم پشت سر میگذاریم. محمد رضا افکار رئیس دانشگاه علوم پزشکی تربت جام میگوید وضعیت شیوع کرونا در این شهرستان نگران کننده است و طی روزهای گذشته 2 کودک در این شهرستان بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. او همچنین گفته ظرفیت بیمارستان سجادیه تربت جام تکمیل شده و دیگر برای بیماران جا ندارد. چند روز بعد از آن که اعلام شد در آبادان پلیس کرونا تشکیل می شود، در این شهر وضعیت قرمز اعلام شده. واقعیت اینه که در بیمارستان هم بستری به شدت بالا رفت. شکرالله سلمانزاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی آبادان حتی این شرایط را فوق قرمز خوانده و گفته در حال حاضر برای 300 بیمار نیازمند بستری جا نیست. فرماندار آبادان هم گفته آمار ابتلا رو به افزایش است و اگر فقط 1000 نفر از مردم حدود 2 هفته در خانه بمانند وضعیت کرونا تا حد زیادی کنترل می شود. استان خوزستان هفته هاست در وضعیت قرمز قرار دارد. مقام های بیمارستانی میگویند مبتلایان به کرونا این روزها بدحالتر از بیمارانی هستند که در گذشته در بیمارستان بستری می شدند. در استان هرمزگان هم وضعیت همچنان نگران کننده است. قرار است تعدادی از روستاها به مدت 2 هفته قرنطینه شوند و ممنوعیت رفت آمد و مسافرت از شهرها به روستاها اعمال شود. ختم پنهان میذاره. در اون خانواده 1 مثبت 2 مثبت بوده. استاندار گفته مجالس پنهان عروسی و عزا هم دلیل افزایش ابتلا به کرونا در این استان بوده. به گفته او 1 فرد مبتلا با حضور در 1 مجلس ختم در هرمزگان 70 نفر دیگر را مبتلا کرده که بعضی از آنها جان باختند. شرکت در مجالس عروسی و عزا در استانهای دیگر هم اتفاق افتاده. مثلا استان مرکزی. هفته گذشته 1 مراسم عروسی بود که از بین 100 نفر مدعو بعد از چند روز ما 40 بیمار مبتلا شناسایی کردیم که اگر به زودی این اتفاق نمی‌افتاد این 40 نفر میتونستن تعداد بالاتری رو هم مبتلا بکنن. با همه اینها جمشید گلپور دبیر ستاد ملی مقابله با کرونا در وزارت سمت گفته با تشخیص این ستاد تالارهای پذیرایی در مناطقی که آنها را سفید خوانده میتوانند فعالیت داشته باشند. پاساژها هم تا ساعت 10 شب باز هستند و محدودیتی برای فعالیت ندارند. بر اساس آمار وزارت بهداشت تا کنون 187,427 نفر در ایران به کرونا مبتلا شدند. 8,837 نفر جان خود را از دست دادند و 148,647 نفر بهبود پیدا کردند. بعضی از منابع بیمارستانی و مرکز پژوهش‌های مجلس پیشتر گفته بودند که آمار واقعی بسیار بیشتر از آمار رسمی است. به نظر می رسد آنچه بر افزایش ابتلا به کرونا در ایران دامن زده بازگشایی اماکن عمومی و رعایت نکردن فاصله اجتماعی است. در مجموعه کشور تقریبا از زمانی که فاصله گذاری اجتماعی در اواخر فروردین ما به صورت جدی‌تر یعنی از میانه فروردین به طور جدی‌تر بود تقریبا در کشور بالغ 78% بود، بعد در بخش‌هایی از اردیبهشت ما این به عدد 23% عمومی در کل کشور تنزل پیدا کرد و مع الاسف در حال حاضر این آمار عمومی در مجموعه رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در زمینه فاصله گذاری اجتماعی در نرم کشوری معادل 18% است. وقتی چهره شهرها اینطور به حالت عادی برگردد و دولت هم برنامه‌ای برای فاصله گذاری اجتماعی نداشته باشد، رعایت آن برای شهروندان سخت است. به نظر می رسد حالا که کرونا دوباره در ایران شدت گرفته، ضرورت بازنگری در سیاست عادی کردن فعالیت‌ها بیش از پیش احساس می شود. فرین آسمی، BBC.
مقام‌های بهداشتی در ولایت هرات افغانستان می‌گویند که در شبانه روز گذشته آزمایش ابتلا به کرونا در این ولایت انجام نشده. هرات کانون شیوع کرونا در افغانستان است و جزء ولایت‌هایی است که بیشترین تعداد مبتلایان را دارد. مسئولین گفتند که به دلیل نبود کیت‌های آزمایش هیچ تستی انجام نشده. بر اساس آمار رسمی در افغانستان تا کنون 24766 نفر به کرونا مبتلا شده و 471 نفر هم جان باختند. گرچه گفته می‌شود آمار غیر رسمی به مراتب بیشتر از این است. اصرار دارم قرارداد وجود دارم. من قبول میکنم این بعد که اصلا قرارداد وجود دارد. من سوالم این است که آن کدامین قرارداد است و کدامین کار اقتصادی است؟ سومین جلسه محاکمه اکبر طبری معاون حوزه ریاست قوه قضاییه ایران در دوران صادق لاریجانی برگزار شد. در جلسه امروز آقای طبری بسیاری از اتهاماتی را که توسط قاضی و دادستان علیه او مطرح شد رد کرد و از جمله گفت که اتهام پولشویی را هم قبول ندارد. در این پرونده چند قاضی و مقام قضایی دیگر هم متهم هستند. مقام‌های ارشد پلیس در ایران از دستگیری‌هایی در ارتباط با آتش‌سوزی‌های اخیر خبر دادند. فرمانده نیروی انتظامی می‌گوید بعضی از آتش‌سوزی‌ها در جنگل‌ها و فضاهای سبز عمدی بوده. جانشین فرمانده نیروی انتظامی استان تهران هم گفته حدود 60 نفر در این استان بازداشت شدند، هرچند که تأکید کرده که این آتش‌سوزی‌ها هیچ کدام به قصد تخریب، اقدام علیه امنیت کشور یا اهداف خرابکارانه دیگر نبوده. به گفته او بعضی کشاورزان برای مقاصد کشاورزی زمین خود را آتش زدند که باعث آتش‌سوزی‌های بزرگتر شده. مسعود حکم‌آبادی تهیه کننده تئاتر در مشهد به 3 سال زندان محکوم شده. اتهام آقای حکم‌آبادی تحریم جشنواره فجر در پی سرنگون شدن هواپیمای مسافربری اوکراینی بوده. او در دی ماه پس از آنکه از حضور از جشنواره فجر انصراف داد بازداشت شد. این در حالی است که ایران هنوز ماجرای جعبه سیاه هواپیما و بررسی محتوای آن را حل و فصل نکرده. هواپیمای اوکراینی در حومه تهران ساقط شد و همه 176 سرنشین آن کشته شدند. غزل حکیمی فرد شطرنج باز ملی پوش ایرانی میگوید به خاطر حضور در مسابقات شطرنج اروپا تغییر پرچم داده، اما تابعیت ایرانی خود را تغییر نداده. او در توضیحی که در اینستاگرام منتشر کرده گفته که به خاطر مقررات ایران تحصیل او در کشور سوئیس باعث شده که نتواند با پرچم ایران در مسابقات حاضر شود. یک مرد سیاه‌پوست دیگر در شهر آتلانتای آمریکا به دست یک افسر پلیس سفیدپوست کشته شد. در پی این حادثه مأمور پلیس اخراج شده و رئیس پلیس شهر هم استعفا کرده. با این حال معترضان رستوران نزدیک محل حادثه را به آتش کشیدند. اعتراضاتی که حالا تنها به آمریکا محدود نمی‌شود. دیروز فرانسه و بریتانیا هم شاهد تظاهرات خشونت‌بار و درگیری با پلیس بودند. جزئیات بیشتر در گزارشی از پرهام قبادی. فریاد خشم معترضان دوباره بلند شده، این بار در آتلانتای آمریکا. از کشته شدن یک مرد سیاه پوست دیگر به دست پلیس سفید پوست شکایت دارند. ریشارد بروکس در صف رستورانی کشته شده که حالا در شعله خشم معترضان می سوزد، در کنار یک پمپ بنزین. به پلیس گزارش می شود آقای بروکس در خودرویش در صف تحویل غذا خوابش برده. پلیس میگوید از او تست تنفس الکل گرفته که مثبت بوده و او در برابر بازداشت مقاومت کرده. این صحنه او را در حال فرار نشان می‌دهد و پلیس میگوید جسم زرد رنگ در دستش شوک الکتریکی یا تیزر است که از آن علیه افسران استفاده کرده. اما وکیل خانواده آقای بروکس میگوید این دلیل کافی برای شلیک و کشتن او نیست. In Georgia, a taser is not a deadly weapon. در ایالت جورجیا شوک الکتریکی سلاح کشنده به حساب نمیاد. قانون اینو میگه. این چیزیه که پلیس براش دوره دیده. شوک الکتریکی کشنده نیست. من پرونده هایی داشتم که پلیس شوک الکتریکی علیه قربانیان استفاده کرده و در دادگاه استدلال کرده که این شوک ها مرگبار نیستند و آسیب نمیرسونند. رئیس پلیس آتلانتا بعد از این حادثه استعفا کرد و شهردار این شهر میگوید که استعفای او را پذیرفته. باور ندارم که استفاده پلیس از سلاح مرگبار در این مورد قابل توجیه باشه و درخواست کردم افسر پلیس فوراً اخراج بشه. مرگ آقای بروکس زمانی اتفاق افتاده که اعتراضات به کشته شدن جورج فلوید زیر زانوی پلیس سفید پوست هنوز ادامه دارد و به جنبشی جهانی علیه نژادپرستی بدل شد.
دیروز فرانسه هم شاهد تظاهرات ضد نژادپرستی بود. اینجا لیون در جنوب شرق فرانسه است و اینجا لیل شهری در شمال این کشور. در نیس و مارسی هم تظاهرات برگزار شد، تظاهراتی که حالا شعار واحدی پیدا کرده: جان سیاه پوست ها مهم است. اما پر جمعیت ترین تجمع در پاریس، پایتخت این کشور، شکل گرفت. اینجا در میدان پلاس دولا ریپوبلیک از میدانهای اصلی شهر 15,000 نفر جمع شدند. تظاهراتی که با آرامش شروع شده بود به درگیری با پلیس انجامید. برخی معترضان بطری و سنگ پرتاب کردند و پلیس با گاز اشک‌آور جواب داد. مقامات میگویند 20 نفر دستگیر شدند، از جمله 12 راستگرای افراطی که پرچم جان سفید پوست ها مهم است را برپا کردند. در بریتانیا هم راستگراهای افراطی دیروز در لندن به خیابان آمدند تا علیه معترضان به نژادپرستی قشون کشی کنند. پلیس سعی کرد دو گروه را از هم جدا نگه دارد، اما طولی نکشید که راستگراهای افراطی با پلیس درگیر شدند و تمام روز به افسران پلیس و البته همچنین خبرنگاران حمله کردند. معترضان به نژادپرستی هم در یکی از میدان‌های اصلی شهر لندن تجمع کردند. البته به دلیل تظاهرات راستگرایان حضورشان کم رنگ تر از قبل بود. پلیس بیش از 100 نفر را دیروز دستگیر کرده، از جمله این مرد که در حال ادرار به بنای یاد بود پلیسی است که در حمله تروریستی 3 سال پیش کشته شد. دو طرف در جاهایی با هم درگیر شدند. اما در این عکس گفته می شود معترض نژادپرستی یک راستگرای افراطی را که آسیب دیده به محل امنی می برد. درس رواداری در روزهایی که خشونت متاع رایج بازار شده. پرهام قبادی، بی بی سی. نگاهی بکنیم به سرخط خبرهای مهم روز. حالا وضع ترنجبین بانو اینو وقت اضافی بازی پیناله. آجیل مشکل گوشش هم پنالتیه. محمد علی کشاورز بازیگر تئاتر، تلویزیون و سینمای ایران درگذشت. همزمان با افزایش شماره جانباختگان کرونا در ایران، 7 استان در وضعیت قرمز قرار گرفتند. دولت نسبت به احتمال برقراری دوباره محدودیت‌ها هشدار داده. در ادامه برنامه، درخواست ونیزی ها برای محدود کردن ورود گردشگران همزمان با کاهش محدودیت‌ها در ایتالیا. مسئولین ایرانی میگویند که به علت کندی خدمات رسانی و ضعف مدیریت در پایانه دو قارون، بیش از 1,000 دستگاه کامیون حامل بار در این گذرگاه متوقف مانده و منتظر ورود به افغانستان هستند. گمرک دو قارون در شهرستان تایباد در شرق ایران و در کنار گمرک اسلام قلعه افغانستان است. به گزارش ایرنا، احمد زمانیان یزدی، رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفته که مبلغ کرایه ها نیز تا 60% افزایش یافته که این شرایط بخش تجارت و ترانزیت را با چالش های جدی مواجه می کند. مقام های افغانستان می گویند که مشکلی در طرف آنها وجود ندارد. فرهاد جیلانی، سخنگوی والی هرات، از کابل با ماست. آقای جیلانی، مسئولان ایرانی میگن که به خاطر ضعف مدیریت این اتفاق افتاده و کامیون‌ها نمیتونن وارد افغانستان بشن. پاسخ شما چیه؟ همان گونه که در گزارش شما بازتابی یافت، مشکلات که تذکر رفته بیشتر در بخش دوقارون که در آن سوی مرز مربوط جمهوری اسلامی ایران هست وجود داره، اما در این سوی مرز در شهرک اسلام قلعه و در گمرک اسلام قلعه نه تنها که مشکلات وجود نداره، اگر تقاضای به ما صورت بگیره آماده هستیم که شیفت های کاری که در حال حاضر 7 صبح تا 7 شام ادامه داره این را افزایش بدین و تسهیلات لازم فراهم کنیم. روز گذشته زمانی که تقاضا صورت گرفت که وسایط حمل و نقل بربری یعنی کامیون ما اضافه کنیم، 7 وسیله نقلیه را اعزام کردن، از این تعداد یک مقدار بازگیری شده و در آینده هم در صورتی که ضرورتی باشه ما در خدمتشان خواهیم بود. این که گفته شده که الان کرایه ها هم 60% افزایش پیدا کرده، درباره این شما چه توضیحی دارید؟ خب طبیعتا زمانی که فعالیت کمتر باشه این میتونه تاثیر منفی بر وضعیت کرایه ها داشته باشه. توازنی بین عرضه و تقاضا وجود نمیاد.
اما وقتی که فعالیت بیشتر باشه به همون پیمانه ما میتونیم که از کاهش و افزایش کرایه ها صحبت بکنه. در حال حاضر مراودات و تعاملات اقتصادی و ترانزیتی به کشور بیادی جریان داره و سیاست و پلیسی دولت افغانستان و در سطح محل با منحس حاکمیت محلی افزایش به خاطر فراهم ساختن تسهیلات بیشتر به جانب متمرکز است. در این راستا ما تسهیلات لازم فراهم بکنیم. از یک طرف مراودات و تعاملات اقتصادی و ترانزیت تجاری بین دو کشور بیشتر بشه و از طرف فلان خواسته مانع و مشکلی وجود داشته باشه مشکلات ما حل بشه. خیلی ممنونم ازتون. فرهاد جیلانی سخنگوی والی هرات. در آمریکای لاتین کشورهای پرو، کولومبیا و آرژانتین از افزایش بی سابقه موارد ابتلا به ویروس کرونا در شبانه روز گذشته خبر دادند. آرژانتین اخیراً محدودیت‌های رفت آمد را کم کرد ولی با افزایش موارد ابتلا مواجه شده. در برزیل هم از دیروز تا حالا بیش از 850 نفر در اثر کرونا جان باختند. برزیل حالا بعد از آمریکا از نظر شمار قربانیان کرونا در جهان دوم است. چین امروز از 57 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا خبر داده که بالاترین تعداد مبتلایان جدید از ماه آوریل در این کشور است. پیدا شدن موارد جدید ابتلا نگرانی هایی را نسبت به شیوع موج دوم کرونا در این کشور ایجاد کرده. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا تیمی را مأمور بررسی اندازه و طول فاصله گذاری اجتماعی در ارتباط با شیوع ویروس کرونا کرده. تا به حال حفظ فاصله 2 متری مورد تاکید دولت بوده ولی بخش ارائه خدمات غذایی و پذیرایی میگوید که این فاصله آنقدر زیاد است که عملا اجازه فعالیت به این بخش را نمیدهد. سازمان بهداشت جهانی حفظ فاصله 1 متری را توصیه کرده و برخی کشورهای اروپایی هم همین معیار را رعایت میکنند. در آمریکا یک مرد 70 ساله که به خاطر ابتلا به کرونا 2 ماه در بیمارستان بستری بوده، صورت حسابی 1 میلیون دلاری دریافت کرده. روزانه 10,000 دلار برای اتاق مراقبت‌های ویژه و روزی 2,000 دلار به خاطر استفاده از دستگاه کمک تنفسی. انتظار می‌رود که بخش بزرگی از این صورت حساب را برنامه بیمه دولت آمریکا بپردازد. یکی از صنایعی که با شیوع کرونا در کل جهان ضربه سختی خورده صنعت جهانگردی و گردشگری. مرزها بسته شدن و مردم قادر به سفر نبودند. اما حالا در خیلی از کشورها محدودیت‌ها در حال کاهش هستند. با این حال بعضی در ایتالیا میخوان که شمار گردشگران کم بشه. تیم آلمان گزارش میده. ونیز برای تجارت بسته است. حداقل این پیامی است که ونیزی‌ها میخواهند شما بشنوید. زنجیره انسانی با پلاکاردی عظیم کنار معروف‌ترین کانال شهر شکل گرفته. توریست کم با حس مسئولیت بیشتر. آنها گردشگران مسئولیت پذیر می‌خواهند و خواستار پایان دادن به ورود دیوانه‌وار توریست‌ها به شهرشان در تابستان هستند. قصر معروف دوک در شهر ونیز درهایش را باز کرده و حالا بازدیدکنندگان هم برگشتند. اما مردم محلی دنبال کیفیت گردشگر هستند، نه لزوماً کمیت آن. ما امیدواریم در آینده گردشگران زیادی داشته باشیم و این مهمه، اما الان که تعداد کمه به این معنیه که رسیدگی بهتره و سازماندهی هم بهتره و این خیلی مهمه. شهر ونیز سالانه 30 میلیون بازدیدکننده دارد، شهری که جمعیت بومیش کمی بیشتر از 50,000 نفر است. خیلی از این تعداد تنها روزها برای کار به شهر می آیند. ساکنان ونیز میگویند بسیاری از محله‌ها مخروبه شدند، چرا که صاحب خانه‌های زیادی خانه‌هایشان را به گردشگران اجاره می‌دهند و هزینه این کار را مردم محلی باید پرداخت کنند. از طرفی دیگر عبور کشتی‌های مسافرتی تفریحی در این شهر است که البته پس از حادثه تصادف در سال گذشته ممنوع شده است. تردد نکردن این کشتی‌ها و منع رفت و آمد از زمان شروع همه‌گیری کرونا باعث شده آبراه‌ها و در نهایت خود شهر تمیزتر شود. مشکل اینجاست که اهالی ونیز به گردشگر نیاز دارند، اما نه تعداد زیاد. این مردم و هر چیز معترض باشند یک هدف دارند و آن هم برگرداندن شهر ونیز به حالت قبل با تعداد کمتر گردشگر است. تیم اولمن، BBC نیوز. وزیر راه و شهرسازی ایران میگوید دولت حاضر است خانه‌های خالی و پروژه‌های نیمه کاره را در مناطق شهری با زمین عوض کند. محمد اسلامی جزئیات بیشتری درباره زمان و نحوه اجرای این طرح ارائه نداده. این در حالی است که در یک هفته گذشته رئیس جمهوری ایران 2 بار به وزیر راه و اعضای دیگر کابینه دستور داده که جلوی رشد قیمت مسکن را بگیرند.
خبرنگار ما بهرنگ تاجدین از شمال لندن با ماست. بهرنگ، چقدر این تصمیمی که گرفته شده میتونه تاثیرگذار باشه روی قیمت مسکن؟ ببین، به نظر میاد طرحی که کابینه، وزارت شهرسازی و بقیه بخش‌های کابینه ایران دارن پیگیری میکنن اینه که حداقل در کوتاه مدت به نوعی عرضه رو به بازار مسکن اضافه بکنن. آمارگیری در واقع طرح سرشماری سال 95 نشون داد که حدود 2.5 میلیون خونه خالی در کل ایران و حدود 0.5 میلیون در واقع واحد مسکونی خالی در شهر تهران وجود داره و به نظر میاد الان وزارت راه و شهرسازی به دنبال اینه که حداقل یک بخشی از صاحبان این خونه ها رو راضی کنه که خونه‌شون رو برای اجاره یا فروش به بازار عرضه بکنن، به این امید که با بالا رفتن عرضه به بازار سرعت رشد قیمت‌ها کنترل بشه. ولی مشکل اینجاست که اولا این طرحی که داره ازش وزیر شهرسازی صحبت میکنه هنوز جزئیاتش مشخص نیست. در ثانی در کنار این شما میبینید که سازمان امور مالیاتی هم داره صحبت از این میکنه که قانون مالیات گرفتن از واحدهای مسکونی خالی رو که چند سال هست در واقع در چند سال گذشته دو قانون در موردش در واقع تصویب شده اینو به اجرا بذارن، اینجوری هم تلاش کنن صاحبان واحدهای خالی رو راضی بکنن که برای مالیات ندادن بیان خونه‌شون رو عرضه بکنن. ولی مسئله اینه که هنوز نه اون پایگاه داده کامل به صورت یک جا وجود داره و نه نرخ‌هایی که ازش صحبت میشه انقدر بالا هست که بتونه صاحبان این خونه‌ها رو که خیلی‌ها به چشم سرمایه زندگیشون در واقع به این خونه‌ها نگاه می‌کنن اینا رو راضی بکنه که بیان خونه‌شون رو به بازار عرضه بکنه. مخصوصا که الان خیلی‌ها نگران اجاره کردن خونه هستن، مخصوصا در تهران که گفته شده که حدود نیمی از مردم اجاره نشینن. دقیقاً، و به همین خاطر که شما می‌بینید اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور میاد صحبت می‌کنه میگه که دولت علاقه‌ای به دخالت در بازار نداره، ولی احساس شاید چاره‌ای جز دخالت نداشته باشه. بازار اجاره مسکن نه فقط در تهران و ایران بلکه در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دنیا همیشه یکی از مشکلات اصلی کنترل اجاره‌ها مشکل جدیه، به خاطر اینکه به خیلی از فاکتورهای دیگه علاوه بر قیمت مسکن وابسته است، به اینکه بازار سرمایه دیگه چقدر قوی باشن و اینها. به همین خاطر شاید در کوتاه مدت حداقل دولت تنها راهی که به اینه که خیلی ممنونم ازت بهرنگ تاجدین با ما. اگر شما هم مستاجر هستید و دنبال خونه پیدا کردن با افزایش اجاره بها روبرو شدید یا قدرتتون برای خرید خونه هر روز کمتر میشه، تجربیاتتون رو با ما در تلگرام در میون بذارید. امروز در برنامه 60 دقیقه به موضوع افزایش قیمت اجاره و مسکن در ایران میپردازیم. آدرس ما در تلگرام هست @bbcpersian. منتظر نظرات و پیام های شما هستیم. ممنون که BBC فارسی رو انتخاب کردید.